عباس جمشیدی فر متولد 17 شهریور 1359 در تهران بازیگر سینما و تلویزیون است. فارغ تحصیل لیسانس رشته تئاتر می باشد که فعالیت خود را از کلاس تئاتر شروع کرده و سپس وارد قاب تلویزیون شد و در نواختن سنتور هم دستی بر آتش دارد. سلام دوستان به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید مرسی که کانال ما را انتخاب کردید اگه هنوز عضو این کانال نیستید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید زنگوله ای کنارش رو بزنید در 15 سالگی به بازیگری علاقه من شد تا اینکه به آموزشگاه استاد سمندریان رفت و در نهایت با تا در سال 77 وقتی 17 ساله بود به صورت جدی شروع کرد بعد از نزدیک به هفت سال کار تا در سال 1386 با سریال روزگار خوش حبیب آقا به کارگردانی مهدی مظلومی و نویسندگی سعید آقاخانی وارد قاب تلویزیون شد پیشان سپس در نوروز 87 در مجموعه پیامک از دیار باقی سیروس مقدم بازی کرد با سریال روزگار خوش حبیب آقا در نوروز 86 به شدت دیده شد تا اینکه با حضور در مجموعه های باغ شیشه ای و سدونگ سدونگ به شهرت رسید او تا در پنج کار سینمایی هم بازی کرده که اولین آن در سال 86 به نام فیلم دیوار بود که گلشیفته فراهانی هم در آن حضور داشت او میگوید به هر حال هر کسی یک سری نواقصاتی دارد منم بعضی اوقات خشکین می شبم. اما چند ساله دارم روی این قضیه کار میکنم که بی خود و بی جهت عصبانی نشوم ولی اگر عصبانی بشم واقعا دیگه عصبانی می شم و متاسفانه دیگه از اون کنترل خودم خارج میشم. فکر می کنم اگر الان هرچی از کمدی دارم به گذشته و به پدرم برمیگرده ایشان همیشه برای موضوعات مختلف ریاکشن های عجیبی داشتن که در کل فامیل به عنوان یک شخص باحال جذاب و بگو بخند معروف بود اول راهنمایی که بودم بابام برام سنتور خرید و از همان سال شروع به یادگیری و نواختن اون کردم بابام بود که یادم داد از کودکی موسیقی سنتی ایرانی گوش بدم شاید اگر یک بار دیگه متولد بشم دوست دارم رهبر ارکستر بشم بزرگترین افتخار زندگیم در سال 79 بود که در جشنواره تاتر فج مقام اول بازیگری را گرفتم و یکی از روزهایی بود که هیچ وقت فراموش نخواهم کرد عباس جمشیدی چند سال قبل با خانم فریبا امینیان از بازیگران تئاتر زواج کرد اما این زندگی بدون داشتن فرزندی در نهایت به طلاق ختم شد پس از جدایی از همسر اول او در بهمن ماه 1401 خبر ازدواج دوم خود را رسانه ای کرد و حالا عکس مشترک آنها نیز انتشار یافته است این بازیگر ناماشنا روز 16 بهمن 1401 با انتشار عکسی از حلقه مشترک خود و همسر دومش با یک شعر خبر ازدواج مجددش را رسانه ای کرد و این نوشته بود مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی که من قرار ندارم که دیده است و بپوشم عشق بانوی من خودش میگوید نوشتن را خیلی دوست دارم و یکی دو تا فیلم نامه هم نوشتم بالاخره هر آدمی در یک بره از زمان یک سری دقدقه هایی دارد که ما به زبان آمیانه اسمش را چاله چوله میذاریم و این چاله ها باید پر بشه تا آرامشی نسری حاکم بشه تا فرد بتونه کار دیگه ای بکنه الان دارم تلاش میکنم برای نوشتن چون خیلی دوست دارم کمی از دوستان نویسنده یاد گرفتم و شاید چند فیلمنامه خیلی خوب هم بنویسم سال 91 92 از طریق همکار قدیمی میسم عبدی وارد رادیو شدم آدم وقتی پشت اون میکروفون حضور داره احساس میکنه تمام دنیا اون میکروفونه اصلا فضای مجازی رو دوست ندارم اما بر اساس یک سری فرهنگ هایی که تازه درست شده و من نمیدونم از کجا که مثلا میگویند بازیگر باید صحفه داشته باشد با اینکه صفم رو هست نکردم اما خیلی دوست دارم که کلا این فضا هست شود و نباشد بیشتر نقشهایی که در تئاتر داشتم جدی بودن اما ورودم به تلویزیون با سریال کمدی بوده و در حال حاضر تقریبا همه کارهایم کمدی است بسیار علاقه دارم به کار کمدی و این را هم بگویم که کار تنز به شدت سخت است به نقش جدی هم علاقه مندم و دوست دارم که حتما نقش جدی را تجربه کنم قبلا از ساریکی اون چیزها می ترسیدم اما روی اونها کار کردم و خوب شدم اما ترس است که آدم اذیت میکنه مثل ترس از آینده که بنظرم یه نقصه زیرا آدم ها را فراموش میکنه بعضی مواقع هم از دست دادن عزیزانم هم, هم باعث ترس هم میشه که میتونه تلق و عذاب آور باشه که هیچ وقت دوست ندارم این اتفاق بیفته. جمشیدی فر در سال 1400 با نقش متفاوت اخوان در سریال زخم کاری نشان داد. در آستانه چهل سالگی به اوج قدرت و مهارت در بازیگری رسیده. چند ماه پیش بود که جمشیدی فر در گفتگویی که با همشهری داشته از پیشینه دوستی با همکاریش با جواد عزتی میگوید و اینکه دوستی آنها به 25 سال قبل برمیگردد همشهری نوشته بود جمشیدی فر بازیگری است که او را به واسطه نقش های تنزش میشناسند اما او نقش جدی هم بازی کرده حضورش در تمساح خونی نخستین تجربه ای است که با جواد عزتی در مقام کارگردان سینما داشته و خودش میگوید در چند تاد که عزتی کارگردان کرده بود بازی کرده است این بازیگر تئاتر رو تلویزیون کار سینمایی خود را با دیوار محمد علی طالبی شروع کرد بعد هم مقابل دوربین مسعود عتیابی با فیلم خروس جنگی حاضر شد این بازیگر در سالهای اخیر در های چون شیش کت چرمی و چند میگیری گریه کنی هم بازی کرده به او گفته میشه بادرام اجتماعی دیوار در سال 86 به سینما آمدید ولی در سالهای بعد بیشتر در آثار کمدی ظاهر شدید این تغییر مسیر چگونه اتفاق افتاده جمشیدی فر پاسخ میده اولین فیلم سینمایی که بازی کردن فیلم سینمایی دیوار به کارگردانی محمد علی طالبی بود بازی در سریال های تلویزیونی هم به سال 84 برمیگردد و در سه یا چهار سریالی که در تلویزیون بازی کردم همه آنها سریال های طنز و کمدی اما در توات صرفا حضورم در نقش های کمدی نبود سختی های زیادی کشیدم و روزهای دشواری را سپری کردم در برف و باران گرما و سرما در دل خیابان ها و پارک نمایش اجرا کردم میتوانم بگویم فضای باز و بوستانی در این شهر وجود ندارد که در آن نمایش خیابانی اجرا نکرده باشم از سال 79 که وارد تئاتر شدم نیمی از نقش هایی که بازی کردم کمدی و نیمی دیگر جدی بودند اما اینکه بعد از بازی در دیوار که فیلمی در ژانر اجتماعی بود تغییر مسیر ایجاد شد که در این تغییر خودم نقش زیادی نداشتم آن موقع جوانتر و کم تجربه تر بودم قدرت انتخاب آنچنانی نداشتم و بیشتر برای کارهایی که پیشنهاد میشد انتخاب میشدم. شدم این هم نیست که کار کمدی را دوست نداشته باشم باید بگویم هم کار کمدی را دوست دارم هم به نقش جدی علاقه دارم یک بازیگر نمیتواند بگوید کار کمدی یا جدی را دوست دارد چرا که شغلش بازیگری است و برای این کار درس خوانده و زحمت کشیده است به این موضوع هم معتقدم کسی که کمدی کار کرده قرار نیست همیشه در نقش های کمدی حاضر بشود و یا بالعکس وی میگوید بعد از تجربه بازی در دیوار در کارهای کمدی زیادی حضور داشتم از جمله تجربه در خروس جنگی و بعد هم سریال بزنگاه رضا عطاران از دیگر سریال های کمدی بود که در آن بازی کردم راستش از این ماجرا رنج میبردم که چرا همیشه کمدی بازی می کنم بعدها دوباره توسط محمد حسین مهدویان یک کار جدی انجام دادیم و بعد از آن هم تجربه بازی در سریال یاقی شکل گرفت که باید بگویم هر دو ژان را دوست دارم کار با جواد عزتی به عنوان کارگردان چگونه بود او میگوید برای من کار کردن با جواد عزتی همیشه دوست داشتنی است چه در کنارش هم بازی باشم یا اینکه او کارگردان کار باشد در هر دو حالت کار کردن با جواد عزتی برایم جذاب است شناخت و پیشینه‌ای که از عزتی دارم و تجربیاتی که کسب کردم برای منحصر به فرد است تمساح خونی نخستین کاری نبود که جواد عزتی کارگردانی کرده بلکه نخستین فیلم سینمایی است اما باید بگویم در مقام کارگردان قبلتر چهار نمایش کارگردانی کرده و نخستین بازی حرفه‌ای من سال 79 در نمایش جواد عزتی بود که اتفاقا جایزه اول بازیگری را در تئاتر فش گرفتم. به عنوان بازیگر همیشه نوع نگاه و کارگردانی جواد عزتی را دوست داشتم با تمام تعریفایی که از عزتی کردم باید بگویم اون کارگردان کاملا سختگیری است بد اخلاق نیست ولی کارگردانی است که همیشه به تمام صحنهایی که طراحی میکند پایبند است حتی برای بازیگری هم طراحی میکند و وقتی بارهای یک صحنه را تمرین میکنیم و به یک درصد نهایی برای فیلم برداری میرسیم در آخرین لحظه عزتی همه چیز را از نو به شکل دیگری میخواهد دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعدی بدرود